خرید شب عید گوشت و مرغ و آجیل بخریم یا ممکنه آلوده به ویروس کرونا باشن؟ لازمه کیسه‌های خرید رو قبل از آوردن به داخل خونه ضدعفونی کنیم یا نه؟ آیا کسایی که آسم دارن یا حساسیت فصلی یا افرادی که سیگاری هستن بیشتر در معرض ابتلا به این ویروسن؟ اینا چند نمونه از پرسش‌های شماست که امروز بهشون جواب میدیم. با هشتگ از ما بپرس برامون سوال بفرستید تا مهمونای برنامه به سوالای شما جواب بدن. سلام، من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه. امروز دو نفر مهمان داریم. دکتر سعید شهراز، پزشک و پژوهشگر سیستم سلامت و بیماری‌های مزمن، و همینطور نجمه زاره، پرستار و پژوهشگر دکترای سلامت در بیمارستان دانشگاه آکسفورد. سیامک محیط‌زاده اینجا سر استودیو تا از نگرانی‌های شما در مورد بیماری کرونا در شبکه‌های اجتماعی بهمون بگه. توی روزهای گذشته از حفظ روحیه کادر درمان با رقص و نوحه چیزهای زیادی شنیدیم و دیدیم، اما فقط حفظ روحیه برای کسانی که به گفته بسیاری از کاربران توییتر در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستن کافیه؟ چه امکاناتی برای حفظ ایمنی و سلامت اونها در نظر گرفته شده؟ نگرانی های اونها چیه؟ کادر درمان در چه شرایطی کار میکنن؟ در ادامه برنامه بیشتر در این باره حرف میزنیم. برگردیم پیش نازنین و مهمون برنامه و جواب سوالات شما. دکتر شهراز، خیلی خیلی ممنون از وقتی که به ما دادین صبح به این زودی در سان فرانسیسکو. یه راست بریم سراغ سوال اول در مورد خرید مواد غذایی. صدای ناصر رو بشنویم. من میخوام برم ماهی تازه بخرم، گوشت چرخ کرده و مرغ برای شب عید. میخواستم برم از قنادی شیرینی بخرم. آیا مبتلا به کرونا میشیم یا نه اگه این کارو کنیم؟ از مردم هم نگران خرید سبزی و میوه هستن. بله، سلام خانم معتمدی و جناب آقای محیط‌زاده، و در واقع پاسخی که میشه به سوال این دوست عزیزمون داد، در واقع در همون بحث کلی نحوه انتقال ویروس میگنجه. به طور کلی دو تا مسئله رو ما باید در نظر بگیریم. یکی این که ویروس ممکنه روی هر سطحی در واقع منتقل بشه، از جمله سطوحی که ما میتونیم مثلا بهش بگیم که حالا یک سطح مثلا گسترده ای از و متخلخلی از غذا هست، مثل گوشت، مثل در واقع میوه، مثل سبزی، ولی اینها سطوحی هستن که ما به راحتی باش نمیتونیم برخورد کنیم، نمیشه با الکل تمیزش کرد، ولی همون دستورات کلی که ما برای شستن در واقع میوه ها و برای سبزیجات و برای در واقع آماده کردن غذا به طور کلی استفاده میکنیم، دستورات بهداشتی، برای اونها دستور بهداشتی خاصی از طرف سازمان جهانی بهداشت و سازمان های مربوطه مطرح نشده، به ویژه اینکه در مورد اینکه گوشتی رو بگیرن یا به هر حال میوه استفاده بشه و خورده بشه، نگرانی در مورد انتقال ویروس از طریق خوردن بسیار بسیار کمه و باز هم هیچ توصیه خاصی در مورد اینکه خوردن موجب انتقال بشه نداریم. به طور کلی میدونیم که دستگاه گوارش در یک سطح ایمنی خیلی خوبی داره، اسید معده در واقع بسیار قوی است و در واقع اون چیزی که سازمان جهانی بهداشت و متخصصان مربوط به سیستم سلامت مطرح کردن تا اینجا در واقع نگرانی بسیار کمی هست در مورد انتقال از طریق خورده شدن. بنابراین میتونیم بگیم اون چیزی که باز اهمیت داره رفتن به مراکز در واقع خرید هست که تجمع درش زیاده و در واقع در تماس ما زیادتر و طولانیتر با افراد هستیم تا اینکه در واقع خودمون خوردن اون غذاها یا اینکه خرید اون غذاها و آوردنشون، تمیز کردنشون و استفاده از اونها. ممنون دکتر شهراز. سوال فاطمه رو بشنویم و جواب کوتاه لطفا. من میگم که من اگه بیرون میرم لباسم رو میارم جای مشخصی آویزون میکنم، دستکشم رو میارم داخل خونه میندازم توی سطل آشغال، یا پلاستیک خریدامو توی جایی قرار میدم که بدونم حداقل دو هفته بعد قراره که از اون پلاستیک حتی دوباره استفاده کنم. میخوام بدونم که آیا اینا کافی نیست؟ این چیزو به ذهن آدم میاره که انگاری قراره این ویروس سر بخوره از روی حالا دستکش آدم بریزه مثلا تو خونه.
اصولا برای خرید رفتن و خرید از فروشگاه چه نکات بهداشتی رو باید مد نظر داشته باشیم؟ بله، این سوال خیلی خوبیه و به هر حال این سوالات خیلی ریز خیلی مطرح نشده در شبکه‌های اجتماعی قبلا. یه سبک زندگی به اصطلاح خیلی ساده و اصطلاحا مینیمال خیلی کمک میکنه. تعداد لباسهایی رو که برای بیرون میپوشیم و برای توی خونه واقعا نمیاریمشون زیاد، توی کنار لباسهای دیگه میذاریم، باید تعدادش رو به واقعا حداقل برسونیم. از یک در واقع یک کیسه استفاده بکنیم که به راحتی قابل شستشو هست و سعی کنیم اگر میخوایم میوه غذایی بگیریم از همون کیسه‌ای که راحت میتونیم سطحش رو در واقع شستشو کنیم و با الکل دست کم تمیز بکنیم، یا با خیلی با همون طبق قواعدی که هست با حتی سطح اونها رو با یه مقدار وایتکس و آب تمیز بکنیم. برای این دستور خاصی نیست. در مورد پلاستیک هایی هم که خریده میشه همینطور سعی کنیم در واقع میوه ها و خرید هایی که داریم از بیرون رو به هر چه کمتر و کمتر از پلاستیک ها استفاده بکنیم، چون همونطوری که در واقع دوست محترم گفتن، آوردن سطوح خیلی زیاد در منزل و پوشیدن لباس های متنوع به میزان در واقع آلودگی محیط ما کمک میکنه. خیلی ممنون. بریم سراغ سوال حسن و راحله. عید نوروز نزدیکه و بیشتر آقایون برای اصلاح موی سر به آرایشگاه ها مراجعه میکنن. با توجه به این که فاصله آرایشگر و مشتری خیلی به هم نزدیکه و کمه، چه مواردی رو باید رعایت کنن تا از طریق آرایشگر و آرایشگاه به این ویروس مبتلا نشید؟ سلام، من آرایشگر هستم. نمیدونم مشتری که میاد مبتلا به ویروس کرونا هست یا نه؟ آیا زدن ماسک برای من الزامی هست یا نه؟ حالا باید ماسکم فیلتردار باشه یا از این ساده ها هم کارم راه میندازه؟ دکتر شهراز، هر دو طرف نگران هستن. درسته. بله، سوالات بسیار خوبیه و این سوالات واقعا مطرح شد، به خصوص در چین. شما میبینید که ویدیوهای خیلی زیادی منتشر شده بود و افراد تراز داشتن از این قضیه. توصیه کلی اینه که آرایشگر بیشتر در خطر هست و کسی که در واقع داره روش کار میکنن، به خاطر اینکه با تعداد زیادی بیشتری از افراد متنوعی در ارتباط هست. بنابراین توصیه بیشتر برای آرایشگر هست و کسی که میره در واقع زیر دست آرایشگر. زدن ماسک به هر شکل توصیه میشه برای همه افرادی که در تماس کمتر از یک یا دو متر قرار دارن. اینکه ماسک حتما مثلا N95 باشه، ماسک فیلتردار باشه یا ماسک دیگه، توصیه خاصی نیست که حتما ماسک فیلتردار استفاده بکنید. و اگر مشتری شما در واقع سرفه یا عدسه داشته باشه، میتونید خیلی راحت قبل از اینکه مشتریتون رو باش میاد، یک فضای روانی خیلی خوب باش ایجاد بکنید، یک ارتباط ایجاد کنید که کرونا هست، هم من نگران مثلا هم شما، در واقع من در واقع ماسک میزنم، یه مقدار ممکنه برای شما اذیت کننده باشه. و همینطور در مورد کسی که میره آرایش میشه، اگر فکر میکنه که در واقع اون آرایشگرش نکات اولیه رو در مورد در واقع سرفه یا حالا عدسه که خیلی خیلی کمتر از جزء علائم بیماری به طور مشخص نیست، ولی هر ترشحاتی که از دستگاه تنفسی میاد رعایت نمیکنه، بهتره با آرایشگر خودش صحبت بکنه و یک یا دو دقیقه قبل از در واقع اینکه این کار انجام بشه با همدیگه صحبت لازم رو کرده باشن. و به خصوص اینکه ما میدونیم که ماسک زدن ممکنه یک به هر حال اضطراب هم خودش ایجاد بکنه، چون فرد فکر میکنه که این در واقع ویروسی هست یا نه. به هر حال این سوال بسیار بسیار خوبی هست. ممنون دکتر شهراز، با ما بمونین. خیلی از شما که سگ یا گربه دارین این روزا نگرانیاتون رو با ما در میون گذاشتین، یه نمونهشو بشنویم. همونجوری که ما میدونیم سگا و حیوانا کرونا نمیگیرن، ولی میخواستم بدونم میتونم بیرون ببرمش یا نه. من الان هلوش 2-3 هفته است که اصلا بیرون نبردم سگمو، چون میگم کسی که کرونا داره ممکنه ناز کنه سگمو، دستشو بماله بمونه رو موهاش بعد بیاد تو خونه به من انتقال بده، یا اینکه آب دهنی ریخته باشه، چیزی خورده باشن، انداخته باشن زمین، سگم بره رو اون قسمت را بره بعد بیاد خونه، این از این طریق میتونه به من انتقال داده بشه یا نه. علی همدانی تو این گزارش به این سوال جواب میده. سلام،
با جونی امروز اومدم تا در مورد یکی از نگرانی های این روزها و سوال هایی که بسیار مطرح میشه صحبت کنیم. آیا جونی و دوستاش، حیوان های خونگی، میتونن باعث انتقال ویروس کرونا به انسان ها بشن؟ و برعکس، آیا انسان ها میتونن به جونی و سایر حیوانات خونگی ویروس کرونا رو منتقل کنن؟ جونی بریم حرف بزنیم؟ بزن بریم. همین اول خیالتون رو راحت بکنم که هیچ شاهدی وجود نداره که جونی و دوستاش باعث ابتلای انسانها به ویروس کرونا میشن. همینطور هیچ شاهدی وجود نداره که انسانهای مبتلا به ویروس کرونا میتونن به حیوانات خانگی مثل سگ و گربه این ویروس رو منتقل بکنن. در نتیجه دستور کلی در حال حاضر فقط همینه: وقتی که به این حیوانات دست میزنید، دستتون رو بعدش بشورید، نه به خاطر اینکه اینا کثیفن، به خاطر اینکه به هر حال شیطونن، ممکنه جاهایی برن که ماها ازش خبر نداریم، دست و پاشون رو کثیف بکنن و باعث بشن که ویروس، باکتری و یا آلودگی ها به طور کلی به انسان ها هم منتقل بشه. وقتی که از پیاده روی روزانه‌تون برگشتید، هم دستای خودتون رو بشورید و هم اندام حرکتی حیوان رو، یعنی دستاش و پاهاش رو، هم با آب یا با محلول آب و صابون. فقط یادتون باشه که حسابی خشکش بکنید و مطمئن باشید که صابون به پا و دست سگتون نمونده باشه، چون میدونید که حیوانات این عادت رو دارن که لیس بزنن دست و پاشون رو. اگر به ویروس کرونا مبتلا شدید، از حیوان خونگیتون دوری کنید، نه به خاطر اینکه حیوان رو ممکنه مریض کنید، نه، این دقیقاً به همون دلیلی هست که میگن فرد مبتلا وسایل شخصیش رو از سایرین دور و جدا نگه داره، به خاطر اینکه ممکنه ویروس به سطح بدن حیوان بچسبه و به سایرین منتقل بشه. نگران ترشحات بینی سگ‌ها و گربه‌های خونگیتون هم نباشید. در مورد گربه‌ها یادم رفت بهتون بگم که تو این مدت خاکشون رو زود به زود عوض کنید. سعی کنید که از یک خاک دو یا چند بار استفاده نکنید. نشورید، بذارید خوش بشه و دوباره استفاده بکنید. باور کنید که با رعایت اصول پایه‌ای بهداشت، این حیوانات مثل همیشه یار و دوست وفادار ما انسان‌ها خواهند بود. دکتر شهراز، نتیجه تست یک سگ در هنگ کنگ، نتیجه تست کروناش به شکل ضعیفی مثبت شده. آیا جای نگرانی هست؟ خیلی ممنون که این سوال رو مطرح کردید. این شاید تنها نمونه‌ای باشه که مثبت شده در دنیا و گزارش شده و مرتباً دارن از رسانه‌های مختلف این مسئله رو در واقع تحت بررسی دارن. آخرین پیغامی که سازمان جهانی بهداشت در واقع مطرح کرده، هیچ تغییری در اون پیغامی که قبلا داده نداشته و همچنان حیوانات خانگی رو مشکلی از بابت نگه داشتن و بردن حیوانات خانگی بیرون و بودن با حیوانات خانگی مطرح نکرده. هنوز همون دستورات هست و تنها توصیه اینه که به هر حال همونطور که ما ویروس رو آهسته آهسته بهتر میشناسیم و رفتارش رو بیشتر میشناسیم، افراد هم بیشتر در واقع خودشون از منابع معتبر در واقع همه اخبار رو پیگیری بکنن، ولی به طور کلی هیچ نگرانی در حال حاضر وجود نداره. خیلی ممنون. سوال دو نفر دیگه از مخاطبان رو بشنویم. آیا احتمال حاد شدن بیماری کرونا در کسانی که دچار آلرژی‌های تنفسی به گرده و غبار هستند بالاتر از بقیه افراد هست یا خیر؟ سوال من در مورد میزان کشندگی بیماری ناشی از ویروس کرونا برای دو دسته از افراده: یکی افرادی که دچار آسم مزمن هستند و دیگه افرادی که سیگاری هستند. افرادی که آسم دارن، آلرژی دارن و افراد سیگاری. بله، خیلی ممنون. در مورد بحث آلرژی، نکته مهم اینه که فردی که دچار آلرژی هست، احتمال این که در واقع ویروس رو بگیره با احتمال هر فرد دیگه تقریبا مساوی است، هیچ تفاوت خاصی نداره. اما نکته ای که مهمه اینه که اگر فردی دچار آلرژی هست و اگر ویروس رو بگیره و اگر فرد خودش به خاطر ویروس علامت دار بشه، یعنی بخش سوای خود آلرژیش، به خاطر اون آلرژی که داره و میزان در واقع عدسه یا آبریزش بینی که داره، حالا سرفه و بقیه در واقع علائم کرونا بخواد اضافه بشه، خودش در واقع نگرانی بیشتری برای جامعه ایجاد میکنه، بخاطر اینکه احتمال انتقال در واقع ویروس از اون فرد به بقیه بیشتره. ولی در واقع این در مورد آلرژی های دست تنفسی بیشتر مطرحه، نه در مورد آلرژی های پوستی. ولی میزان ابتلا گزارشی نیومده که نشون بده که در واقع آلرژی مشکلی در مورد میزان ابتلا یا در واقع کشندگی بیشتر یا در واقع بروز بیشتر بیماری داره.
در مورد آسم به طور اخص در مورد آسم دستورات خاصی هست. بیمارانی که آسم دارند یک مقاله تا حالا چاپ شده در مورد تا جایی که من اطلاع دارم در چند روز پیش که نشون داده هیچ رابطه علی معلولی بین در واقع ویروس کرونا با آسم و حملات آسم وجود نداره. بنابراین دستورات کلی در مورد بیماری آسم اینه که چون بیماران آسم از داروهای مختلف از جمله داروهای استروئیدی استفاده میکنن، البته مثل داروهای به هر حال استنشاقی کورتون و غیره، شاید نگرانی از اون بابت باشه که باز هم دستورالعمل میگه که داروهای خودشون رو باید ادامه بدن، داروها ریسک رو بالاتر نمیبره، ولی به طور کلی بیمارانی که آسم دارن باید بیشتر مراقب باشن، چون اگر ویروس کرونا رو بگیرن ممکنه تظاهرات بیماری درشون شدیدتر باشه و درمان رو یه مقدار پیچیده بکنه. در مورد سیگار هم واقعا بستگی داره به میزانی که فرد سیگار میکشه. در افرادی که به طور در واقع سنگین سیگار میکشن و در واقع مدت طولانی سیگار کشیدن مشخصا باکتری اونها آسیب دیده هست و در واقع در صورت ابتلای بیشتر در صورت ابتلای به بیماری ممکنه تظاهرات رو بیشتر نشون بدن، ولی در هر سه موردی که مطرح کردید در واقع میزان انتقال بیماری ثابت نشده که بیشتر باشه. خیلی ممنون. آخرین سوال با جواب کوتاه لطفاً سوال غزاله رو بشنوید. من می‌خواستم ببینم که برای کسانی که سرطان داشتن و درمان شدن آیا باز هم خطر مرگ در صورت ابتلا به ویروس کرونا بیشتر از سایرین هست یا خیر؟ سوال بسیار مسئله اینجاست که با وقتی که میگیم یک سرطان بوده و درمان شده، باید منظورمون از اینکه درمان شده چی هست. اگر یک سرطانی کاملا درمان شده باشه که بسیاری از سرطان ها کاملا درمان میشن، جای نگرانی نیست چون سیستم ایمنی اون فرد برگشته به سمت سیستم ایمنی نرمال. اما اگر فردی هست که سرطانی داره و در مسیر درمان اون سرطان قرار داریم، مثلا شیمی درمانی های دوره‌ای داره انجام میده، به طور مشخص سیستم ایمنی این فرد ضعیف‌تر هست و باید بسیار بیشتر از بقیه مراقبت بیشتری داشته باشه و همون مراقبت هایی که تو این چند هفته گذشته از منابع معتبر شنیدید که چه کار باید کرد، بسیار بسیار مراقب باشن و حتما اگر در صورت ابتلا حتی خفیف در واقع علائم باید میزان در واقع ریسک عفونت رو بررسی کنن و با پزشک خودشون خیلی سریع مشورت کنن. یک دنیا ممنون دکتر شهراز، خیلی لطف کردین. سپاس. یه سری بزنیم سراغ سیامک بریم با مرور شبکه‌های اجتماعی. وقتی پرسنل جونشون دم دست کف دستشونه، امکانات هم باید باشه. این بخشی از حرفای یکی از کادر درمانه که در یک ویدیو درباره امکانات حفاظتی کم حفاظتی صحبت میکنه. با همین ویدیو رو ببینیم. وقتی که پرسنل جانشون رو کف دستشون میذارن، حضور دارن، پس امکانات باید باشه. متاسفانه امکانات خیلی ضعیفه. لباسی که من پوشیدم این اصلا مناسب نیست. من نباید اول صبح میام هرس و جوش لباس رو داشته باشم. لباس باید به وفور باشه. هر شیفتی من یه ماسکی باید به بیمارم بدم، به همراهش ماسک بدم، دستکش بدم. مواد ضد عفونی کننده باید به وفور باشه. الکل باید مدام باشه. وقتی من به خدماتم میگم ضد عفونی بکن، باید امکانات در اختیارش بذارم. تجهیزات حرف اولو میزنه. داروها باید باشه. دارو برای این بیماراست دیگه. اما فقط امکانات حفاظتی نگرانی کاربران، نگرانی پرسنل درمان نیست. در واقع امکان استراحت کافی و تغذیه مناسب هم برای این قش که در معرض بیشتر خطر هستن مهمه. برای نمونه کاربری که خودشو در توییتر پزشک معرفی کرده، دوران این شرایط این روزها رو با دوران جنگ ایران و عراق مقایسه کرده و در توییتی نوشته رزمندگان هم لباس داشتن، هم اسلحه و هم تجهیزات. موظفیم به رزمندگان مقابله با کرونا ماسک مؤثر، لباس محافظ، استراحت دوره‌ای و تغذیه مناسب برسانیم. نرسانید بچه‌ها تلفات میدن. یکی دیگه از نگرانی‌هایی که پرسنل درمان باش روبرو هستن، تست دوره‌ای هستش که ظاهراً امکانات زیادی براشون وجود نداره و برای اون امکانات ساده‌ای هم که در اختیارشون هست، باید هزینه‌ای رو ظاهراً پرداخت بکنن، نه الزاماً در مورد کرونا. به عنوان مثال آقا پرستار گفته به عنوان پرستاری که با بیماران کرونا سر و کار دارم، برای یه آزمایش خون ساده باید کلی پول بدم. کاربر دیگه ای که خودش رو در واقع با اسم مهدیار معرفی کرده، با توییت کردن این عکس در نوشته عده‌ای از پزشکان و پرستاران
عده‌ای از پزشکان و پرستاران سرباز برای خدمت به بیماران مبتلا به کرونا به قم و گیلان اعزام شدند و بدون در اختیار گذاشتن کمترین امکانات حفاظتی اونها رو در شرایطی بسیار نامطلوب در مسجد استقرار دادن. این جوانان قرار است که به مردم کمک کنند، نه اینکه خودشون عینا مبتلا به بیماری بشن. اما یکی دیگه از نگرانی‌هایی که کادر درمان باهاشون روبرو هستن خانواده‌هاشون هستن که وقتی اینها از محل کار به خانه‌هاشون برمیگردن چه اتفاقی ممکنه برای خانواده‌هاشون بیفته. برای مثال آریو برزن گفته تا قبل از اینکه کرونا بیاد فکر می‌کردم هیچ چیز خاصی تو زندگیم ندارم، اما الان فهمیدم همین که راحت خانواده‌مو در آغوش می‌گرفتم و می‌بوسیدم و وقتی سر از سر کار می‌اومدم ترسی از انتقال مریضی به عزیزترینام نداشتم، یعنی همه چی رو داشتم. کاربر دیگه هم در واقع به نام امیر حسین هم با توییت کردن یک عکس دیگه نوشته برای اولین بار جزو یک کادر واقعی بودم، عضوی از یک گروه. برای اولین بار خودم رو یه پرستار و یک خدمتگزار واقعی دیدم. لباسمون مخصوص نبود اما کار و هدفمون مخصوص بود که در واقع از حس و حال کار تیمی برای یک هدف بزرگ با امکانات غیر استاندارد حرف میزنه. اینها بخشی از نگرانی های کادر درمان بود که ما در موردش صحبت کردیم. حالا برای صحبت بیشتر برمیگردیم پیش نازنین و مهمان دوم برنامه. مرسی سیامک. نکاتی که سیامک بهشون اشاره کرد رو با نجمه زاره، پرستار و پژوهشگر بیمارستان دانشگاه آکسفورد مطرح می‌کنیم. خیلی خوش اومدین خانم زاره. همونطور که سیامک گفت نگرانی در ایران از نداشتن تجهیزات کامل هست. اگر بیمارستان خیلی مجهز نباشه پرستارها باید چه کار کنن؟ ببینید چیزی که اینجا خیلی روش تاکید میشه ایمنی و حفاظت از پرسنل و کادر درمان هست که همون استفاده از وسایل حفاظت فردی هست که خیلی مهمه و بسیار روش تاکید میشه. وسایل حفاظت فردی انواع مختلف داره که با توجه به نوع مواجهه و زمان مواجهه ما انتخاب میکنیم که چی رو در واقع استفاده کنیم. ماسک 95 هست که همه در موردش شنیدیم که فیلترش متفاوته، قادر هست که ذرات کمتر از 10 میکرون رو جلوش بگیره که مناسب هست برای ویروس کرونا و گان هست که باز اینا درجه بندی های مختلف داره. ما باید از لول 4 استفاده کنیم که این در واقع یک محافظت کامل ایجاد میکنه در برابر مایعات و ذرات. شیلد صورت هست، دستکش ها هست که حالا دستکش نیاز نیست که حتما استریل باشه، تمیز باشه، کافی هست. یه نکته خیلی مهم اینه که توی استفاده از وسایل حفاظت فردی ما باید اندازه اون وسایل رو هم در نظر بگیریم. چیزی که شاید خیلی کمتر بهش توجه شده در واقع. در واقع کسی که میخواد از ماسک N95 استفاده کنه بایستی قبل از اون اندازه‌ش رو بدونه و این ماسک باید کامل روی صورتش جفت باشه و فیت بشه و این که داخل رفتن نداشته باشه. و همچنین برای آقایون توصیه میشه که حتما ریش و سیبیل نداشته باشن که باز یه فاصله بین صورت و ماسک ایجاد نشه و ویروس امکان در واقع نفوذ به داخل سیستم تنفسی رو نداشته باشه. ساعت کاری که کادر درمان در معرض ویروس هست هم مهمه. ببین برای ساعت کاری خب ترجیحاً هرچی زمان کوتاه‌تر باشه میزان مواجهه کمتر و احتمال ابتلا پایین تر میاد. بنابراین ما توصیه میکنیم که ساعتهای کاری، شیفتهای کاری خیلی کوتاه‌تر باشه و پرسنل درمان، کادر درمان، پزشکان یه مدت طولانی مثلا 13 ساعت یا 24 ساعت رو با مریض در تماس نباشه. ممنون. صدای ارشیا رو بشنویم. من پدرم پرستار هستش، مثل اینکه تو بخش کرونایی هست. وقتی که میاد خونه ما از کجا باید بفهمیم که کرونا نداره که ما هم مبتلا به کرونا نشیم؟ البته بهتره نگیم کرونایی، بگیم بیمار مبتلا به کرونا. جوابتون چه برشه؟ ببینید باید یه تدابیر دیده بشه که فردی که در تماس بوده با بیماران کرونایی قبل از اینکه از بیمارستان خارج بشه بتونه امکان اینو داشته باشه که تمام لباساش رو کامل در بیاره، اونا رو توی اون به شکل دفع صحیح و دفع در واقع نمیشه گفت و به شکل اینکه اونا رو توی یک کیسه‌های مخصوص در واقع بذاره، سربسته باشه و اگر احتمال امکان دوش گرفتن براشون باشه حتما باید با شامپوهایی هستن که خب حالت ضد عفونی کننده دارن کامل دوش بگیرن و شسته بشن، یه لباس جدید بپوشه و از بیمارستان خارج بشه. ترجیحاً این در واقع جایی که دوش گرفته میشه محلی نباشه که بیمارانه که مبتلا به کرونا هستن توش قرار گرفتن. اگر به منزل بخوام برن اگر فضا داشته باشن کل ببینید توی منزل اگر امکانش هست وجود داشته باشه ترجیحاً اون اتاقشون یا منزل رو
بتونن جدا کنن از بقیه افراد. اگر نه اتاقشون کسی درش قرار نگیره، یعنی خودشون باشن، مثلا ساعت‌های طولانی مثل شب که حالا استراحت میکنن ترجیح هم نباشه، و این اتاق دربش مرتب بسته باشه به طور کامل، حتی درزاشو اگه میتونن با هر وسیله درزای اتاق در اتاقو بگیرن که امکان هوایی که اونجا هستن به امکان اینکه هوا از داخل اتاق به بیرون بره کمتر بشه، پایین بیاد. شرایط تهویه اون اتاقی که قرنطینه شخصی میکنن خودشون رو باید چطور باشه؟ ببین ما یک شرایط استاندارد رو نمیتونیم توی خونه بر قرنطینه، یعنی ایزوله در واقع ایجاد کنیم، چون ایزوله یه دستگاه مخصوص داره که فشار هوا رو تنظیم میکنه، که برای بیماران مبتلا به کرونا باید این فشار منفی باشه و خب قابلیت تنظیم داره، بستگی داره حالا به نوع ویروس، تا منفی 30 درجه اینو تنظیم میکنن. حالا توی در واقع ایزوله قرنطینه های استاندارد این دما ممکنه حتی پایین تر باشه و در واقع یه دستگاه تهویه میذارن برای اینکه هوا قبل از اینکه به بیرون بره فیلتر بشه. دستگاه فشار منفی به این شکل هستش که ذرات هوا رو توی اون محوطه نگه میداره و مانع از خروج ذرات هوا میشه از اون اتاق ایزوله. خیلی ممنون خانم زاره، ممنون که تشریف آوردید به استودیوی ما. تکرار این برنامه فردا 12:30 ظهر به وقت ایران پخش میشه. مهمون فردای ما دکتر علی معینی روانپزشک هستن. به ما بگین تاثیر روانی شیوع این ویروس روی زندگی شما چی بوده؟ آیا میدونید چطور باید با بچه‌هاتون در مورد این بیماری صحبت کنید؟ فکر میکنید نگرانی هاتون تو این روزا داره به وسواس و یا هراس تبدیل میشه؟ تجربه و سوالاتتون رو به پیامگیر تلگرام ما بفرستید با آدرس @bbc شما. جواب سوالاتتون رو فردا ساعت 6:30 عصر به وقت ایران و 7:30 عصر به وقت افغانستان در برنامه زنده ما بگیرید. تا فردا.